درود بر شما هموطن یا همزبان مهربان که روی خط هستید. بفرمایید بانو میترا بابک عزیز، صدای شما رو میشنوند. سلام. درود بر شما. من الان دارم مستقیم با خانم میترا بابک صحبت میکنم. بله عزیزم، من صداتون رو میشنوم. درود خانم بابک و سلام به تمام هموطنان. من یه سوالی دارم ازتون. با توجه به اینکه به قول معروف من یه سری فایل‌های روانشناسی چه از شما چه از دکتر هالاکویی چه از خانم فرنودی و همکارای دیگه‌تون شنیدم، تاثیر دوران نوزادی تا 5 سالگی یا 7 سالگی خیلی زیاده. حالا میخواستم بپرسم ببینم با آسیبای این دوره چطوری میشه برخورد کرد، چطوری میشه رفعشون کرد؟ خیلی سوال مهم میکردی. الان سوالتون تموم شد من جواب بدم یا هنوز سوال دیگه دارید؟ خیلی سوال دارم ولی دوست دارم اول اینو بدونم، چون حقیقت هر فایلی رو که گوش میکنم میبینم اول من با قول معروف دوره افسردگی شدید پیدا کردم، چون اینجا تو اروپا زندگی میکنم، دکترای تسلط هم به زبان این کشور خوب نیست، با قول معروف دکترای ایرانی هم کمن، دکترای روانشناس ایرانی. من سعی کردم خودم رو با قول معروف دنبال این باشم تا خودم رو بازسازی کنم در اصل، چون دیدم خیلی مشکل دارم. وقتی که با قول معروف این فایل رو گوش کردم دیدم واقعا مشکلاتم عمیقه، ولی خب متاسفانه دسترسی به دکتر فارسی زبانم من خیلی کمه. آیا الان احساس میکنین که مشکل افسردگی دارین هنوز؟ من مشکل افسردگی دارم ولی خب شروع کردم ورزش، تغذیه‌مو بهتر کردم، به قول معروف سعی کردم یه کارهایی که با روحیات همجوره، مثلا پرورش گل بدم، چه میدونم یه کارهایی که دوست داشتم انجام بدم. آیا به نتیجه خوب رسیدین؟ خوابم یه مقدار خیلی زیادی خوب شده ولی با این حال کم و زیاد میشه به قول معروف، ولی خب دنبالش هستم، سعی خودم رو میکنم، چون هیچ کس از بیرون کمک آدم نمیکنه تا وقتی که خود آدم حرکت میکنه. آیا اگر دوست، هر سوالی که من میکنم شما حق داری بگی دوست ندارم جواب بدم، آیا ازدواج کردین و بچه هم دارین یا تنها هستین؟ من ازدواج نکردم، یه با یه خانم دوست شدم که متاسفانه با قول معروف مشکلات زیاد به وجود اومد، حالا خیانت کردم و این خیلی تو روی من تاثیر گذاشت. بعدش وارد یه رابطه اشتباه دیگه شدم که سریع از اون رابطه در اومدم، ولی الان دیگه واقعا یه حلوش تقریبا 1 سال دیگه با کسی وارد رابطه نشدم و به میگم دنبال تراپی که خودم گشتم به نتیجه رسیدم فعلا برای خودم کار کنم تا بتونم با کسی دیگه وارد رابطه بشم. حالا سوال دیگه ای که من خیلی دقیقا درست گفتم قسمت آخر، سوال دیگه من اینه که اگر دوست دارین یکی از بدترین خاطرات و آسیب هایی که شما تا قبل از 7 سالگی خوردین رو برام من بگید. من یکی از اوناش که من خیلی بچگی هم احساس میکردم خیلی میفهمم، خیلی به قول معروف چیزا رو میفهمیدم بعدن، ولی کلن خیلی تنها بودم، چون تو خانواده ما خیلی دختر زیاد بود، پسر چند، و با قول معروف خیلی بعدم یکی از چیزایی که بود مثلا من تا یه چیزی کرد تا 7 سالگی یا بیشتر تا 8-9 سالگی به قول معروف یا با مادرم میرفتم هموم یا خالم میبردم هموم، و اینو من گوش کردم که خیلی تأثیر بد داره تو انسان، تو پسر یا دختر، تو گرایش های جنسی. آیا هیچ وقت
آسیب جنسی خوردین؟ ببینید هر سوالی که من میکنم اگه دوست ندارین جواب ندید. آیا آسیب جسمی و یا جنسی و یا روحی روانی هم خوردین؟ آیا مورد تمسخر تو دوران کودکی قرار گرفتین؟ آیا مقایسه زیاد می شدین یا هر آسیب دیگه ای؟ آسیب جنسی نخوردم ولی به شدت مقایسه می شدم، به قول معروف به شدت مقایسه می شدم، به شدت مسخره می شدم، به قول با این که میدونی بعدی وقتا میگم از پدر مادرم گله کنم، ولی خب اونا هم بند خدا توی یه خانواده بودن که آدم وقتی که کودکی اونا هم بررسی میکنه میگه خب پس اینا خیلی خوب رفتار کردن دیگه، گذشته دیگه آدم باید بگذره دیگه، الان من نمیتونم با اونا گره کنم چون یک اصلا من برای همین به این نتیجه رسیدم، چون یه مرتبه یه خواب دیدم که این پدر مادرم یه چیز خیلی خرابی رو به من دادم، یه خونه خیلی خرابی رو، بعدا من احساس کردم اون خونه شخصیت خود منه، بعدم خیلی هم به قول معروف توی خواب خیلی ناراحت بودن و ازم معذرت خواهی کردن، گفتن اینو ما بذار تو به قول معروف درد گذاشتیم، این مال توه. ولی من وقتی که بلند شدم مثلا تو خواب هم طوری که تو خواب فکر میکردم بلند شد تو خواب به این نتیجه رسیدم که این شخصیت منه، چون من تو خواب اون خونه رو بازسازی کردم ولی فقط نماشو درست کردم، توش که رفتم دیدم یه خرابه خیلی داغونیه، ولی خب همون موقع هم تصمیم گرفتم درستش کنم، چون به قول معروف دوست دارم تا وقتی که میمیرم حداقل انسان بمیرم، دیگه انسان نما نباشم. و دیگه این مقایسه ها همیشه بوده، متاسفانه پدر مادر من همیشه با اینکه من بچه زرنگی بودم تو خیلی جاها خوب از پس کارا در میمدم، ولی خب همیشه دنبال اول قهرمان درست کردن بودن، من با اون تنهاییام خیلی تخیلی بار اومدم. متوجه شدم. احتمال دو قطبی بودن خودم هم میدم. عزیزم به من بگو که چقدر، چون از تون صدا و از حالت روز حال روز شما احساس میکنم که کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس داری. آیا داشتی؟ هنوزم داری اینا. و همین باعث میشه که توی زندگی خصوصی خودت هم خیلی موفق نشی. حالا سوال اولی که از من کردی اینه که اون 5-6 سال اول حرف اساسی رو میزنه برای یک انسان. 3 سال اول حرمت نفس و اعتماد به نفس کودک 30% شکل میگیره و بعد به 6-7 سالگی که کودک میرسه 70-80% اعتماد به نفس و حرمت نفس و شکلگیری شخصیتی کودک اونجا شکل میگیره، به نوعی نمایشنامه زندگیش اونجا نوشته میشه. و بعد به نظر من تا 12 سالگی یه تغییراتی حالا بهتر و یا بدتر میکنه و بعد از 12 تا 18 سالگی که دوران نوجوانیه دوباره بستگی به موقعیت و موقعیت خانه و مدرسه و جامعه داره که چقدر این چارچوب شخصیتی ناسالم ناسالمتر بشه یا اینکه نه سالمتر بشه. اما چطور میشه که تغییرش داد؟ به عنوان یک بالغ ما وقتی که کودک هستیم هیچیمون خودمون انتخاب نمی کنیم، پدر مادرمون هم که خودمون هیچیمون، نه دینمون، نه اسممون، نه فامیلمون، نه کشوری که به دنیا میاییم، نه مذهب و نه فرهنگ، هیچی. اما حالا به عنوان یک بالغ میخوایم نگاه کنیم که حالا اون 7 سال اول اگر به من آسیب زدن، که زدن، کاملا مشخصه که زدن، یه صدای خشخشی میاد، نمیدونم چرا از طرف شما میاد. نه شنونده عزیز لطفا اگر که دم کامپیوتر و هر وسیله برقی هستید فاصله بگیرید، صداتون باز پخش داره، دستتون به یه چیزی میخوره. نه من دم کامپیوتر نیستم، پیش کامپیوتر نیستم، یه چیزی هم نیست که نزدیکم نویز داشته باشه. خب حالا بعد نگاه کنیم، حالا بعد نگاه کنیم ببینیم که این به عنوان یه بالغ حالا میخوام شما نگاه کنی به خودت، به کودک درون 7 سالت، به کودک درون 4 سالت، به تمام کودک درون اون
بد زمانی که خودت رو شناختی و یادت میاد تا الان. یه مرور کودک درون باید شما داشته باشید، اما حالا به عنوان یک بالغ، پدر سالم، مادر سالم و بالغ سالم به کودک ناسالم نگاه کنید و ببینید که این کودک ناسالم چرا این صدا میاد. یه صدایی میاد که بله بله از طرف ایشون یه جایی هستن، یا صدا خوب نیست، قدرت انتشون کمه، یه جایی که الو صدا من خوبه؟ بله صداشون یه جایی هستین که مثل یه اتاق خالیه که صداشون پیجواک داره. هموطن گرامم، اتفاق من با قول من رو اتفیکرم برش داشتم گذاشتم شوی چیز الان بهتر گوشی خود تلفن. یعنی الان رو اتفیکرم نیست که بخواد صدا برگرده. الان بهتر شد، الان بهتر شد. خب حالا میخوام شما چون صدا از اون طرف هم به یه نوعی یکم بمه، صدا از اون برم چیز داره. حالا یه کاری هم شما میتونید بکنید، روی تلفنتون شما بذارید رو میوت تلفنتون رو استاپش کنید که ما نشنویم صدای شما رو، شما بهتر صدای ما رو بشنوید. الان خیلی بذارید رو میوت، یعنی اسپیکرتون رو قطع، نه اسپیکرتون رو، اصلا میکروفونتون رو روی تلفنتون قطع کنید اگر با موبایل هم، اگر با موبایل می صحبت میکنید بذارید رو میوت. آخر رو صفحه اصلا میکروفون نداره که من میکروفون هم رو قطع کنم. نو پرابلم. پس بذاری اجازه بدم چون بر خیلی کار داریم. یه بلنگوه شده و قطع کردن تلفن. نه قطع نکنیم، گوش کنیم. البته میتونین قطع کنین چون من دیگه ادامه صحبت من دیگه احتیاج نیست با شما صحبت کنم. میتونین قطع کنین از رو رادیو گوش کنین. باش از طریق رادیو گوش کنیم. الو شما قطع بفرمایید، از طریق رادیو بشنوید. باشه من از رادیو گوش کنم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. میتونم یکم شما اون سمت میکروفون منو قطع می‌کردین چون من رادیو شما رو الان مستقیم ندارم. اوکی پس وایسین من صحبتام ادامه بدم تا تمومش کنیم، داره وقت میگذره. خب حالا میخوام شما با اون سال اولتون این بود که اون آسیب های 7 سال اول رو من رو یا ما چگونه میتونیم تغییرش بدیم. به زمانی که من به عنوان یک بالغ به کودک درون زخمی و آسیب خورده و له خود شده خودم نگاه کنم، ولی نه اینکه بخوام دلم برای خودم بسوزه، بلکه به عنوان یک پدر یا مادر سالم و بالغ سالم به کودک ناسالمم یه نگاهی بکنم، یه مروری بهش بزنم، به زندگیش بزنم و کمکش بکنم این زخم‌هایی که دوران کودکی که مال شما تمسخر کردن و مقایسه کردن بیش از حد بوده، به اضافه از بین بردن حرمت نفس و اعتماد به نفس شما به خاطر تمسخرها و مقایسه ها، و همچنین بیش از حد دوروبر شما زن بوده، دختر و خواهر و زن بوده و اینا همه روی شخصیت شما تأثیر منفی گذاشت و کودکی شما رو آسیب زد، اینا رو یه نگاهی بهش بکنم. دوران دبستان و دبیرستان هم بهش نگاه بکنم که نه فقط در خانه بلکه در مدرسه و دبیرستان من چه آسیب هایی خوردم. اما حالا میخوام با عنوان یک بالغ سالم به کودک درون ناسالم خودم نگاه کنم و مرهمش کنم. اگر احتیاج به دارو درمانی داشته باشم، دارو درمانیمو در کنار این، اگر امکان روان درمانی دارم، در کنار دارو درمانی روان درمانی با یک فرد حرفه‌ای انجام میدم. اگر نه، امکان پذیر اصلا برای من نیست، لااقل با دارو درمانی اگر احتیاجش رو دارم، کار خودم رو به عنوان یک بالغ سالم قربانی، ولی نه قربانی که دلش میخواد برای خودش بسوزه، بلکه قربانی بالغی که دیگه نمیخواد دلش برای خودش بسوزه، حالا میخواد به کودک درون ناسالم و آسیب خوردهش نگاه کنه و مرهمش کنه. در این زمانی که انسان میتونه یه تغییر و تحول بزرگی به زندگیش بده، به کودک درون آسیب خوردهش بده
و بتونه کودک درون 7 سال اول زندگی ناسالمش رو سالمش بکنه و زود بزرگش بکنه، برسونه به سنی که الان هست، یعنی نگاه کردن به نقاط ضعف و نقاط قوتم، بالا بردن اعتماد به نفس و حرمت نفسم، و اینی که دیگه من کودک نیستم بلکه یک بالغم، و همچنین دل نسوختن برای خود، از قربانی بودن بیرون آمدن و حرکت برای رشد، از مردابم بیرون میام، میخوام برای این سیر تکاملی رودخانه خودم خودم رو به دریا و اقیانوس برسونم. اگر میتونم به تنهایی، اگر نمیتونم کمک حرفه‌ای بگیرم. و گود لاک عزیزم. خیلی ممنون.